آرامستانی که برای 2 تا 3 سال دیگه ظرفیت دفن داره. بهشت زهرا بزرگترین آرامستان کشور، اما فقط 20 قطعه خالی داره. خواجه نژاد امروز تا انتهای بهشت زهرا رفته تا ببینه چه راهکاری برای این موضوع اندیشیده شده. پیدا کردن یک خانه خوب دوندگی زیاد داره، اما برای پیدا کردن خانه ابدی آدرس سرراسته و حتی اگه راه بلد هم نباشی راهنما کم نیست. از قطعات قدیمی تر که عمری 50 ساله دارد بگذریم و باز از قطعات جوان تر که با پلاکایی با عدد 2 شروع می شود هم عبور کنیم. با عبور از این زیرگذر به قطعات جدید و آخرین قطعات بهشت زهرا می رسیم. حال و روز اینجا یعنی ته بهشت زهرا دوباره نام این سازمان را بر سر زبان ها انداخته. این 20 قطعه آخرین قطعات بهشت زهرا است. میتونم بگم ما با همین روالی که داریم کارو میبریم جلو، یک ظرفیت حدوداً 2 سال تا 3 سال ما اینجا در حال حاضر برامون مقدور هست. کمبود جا در اینجا آنقدری جدی شد که شایعه انبوهسازی در بهشت زهرا هم قوت گرفت. بحثی هم شد که مثلا اینکه حالا با توجه به این کمبودی که از قبل 4 طبقه داره بهشت زهرا، تنها یک قطعه 4 طبقه داریم در مجموعه بهشت زهرا، اونم از تکالیفی بوده که ما یک قطعه آماده داشته باشیم. خدا نکرده برای به هر حال حوادثی که ممکنه اتفاق بیفته پیش بینی کنه. طبقه البته خیلی گوده، های مهندس ببینن مردم خودشون وحشت بله. نگاهمون به قبور بود که قیمت خانه ابدی علامت سوالی شد در ذهنمون. دفن روزانمون فقط همون 200,000 تومان رو میگیریم. 2 طبقه بالا اگر در واقع به خانواده داده بشه 700,000 تومان، که این 700,000 تومان هم 7 قسط 100,000 تومانه از خانواده ها دریافت میشه. اقساطش هم بکنم؟ بله اقساط. اون دنیا ول نمیکنم مثل که ما رو. خانواده شون به همین صورته. حرف از قیمت بود که شاهد هم از غیب رسید. کلاً چقدر می‌خواید؟ میلیونیا نخریدن؟ نه. قبر میلیونه الحمدلله نداریم. قبر میلیونه اگر داشته باشه مجموعاً قبرهای میلیونه ما شاید 4-5% دفن روزانه ما رو دربر بگیره. اما پاسخ به یک سوال میتونه تکلیف قیمت خانه ابدی رو روشن‌تر کنه. یه بحثی مطرح بود حالا از قدیم تو اذهان عمومی که زمینای بهشت زهرا رو یه خانومی وقف کرده و این خانوم گفته که من وقف میکنم برای اینکه در واقع همشهری خودم در واقع رایگان دفن بشن در این مجموعه. تمام قطعات مجموعه بهشت زهرا خریداری شده، سند داره و سندش هم به نام مجموعه سازمان بهشت زهرا سلام الله علیها هست. با همه این گفته ها اما حرف از کمبود خانه ابدی است. دولت که به هر حال عنایت دارن بزرگواری کنن، خود شورای اسلامی شهر تهران به هر حال کمک بکنن به مجموعه اجرایی شهر تهران بتونیم جاهایی که پیش بینی کردیم زودتر اینها رو ما تملک بکنیم که باید کارهای عمرانیش تا 1 سال 2 سال انجام بشه.